با سلام و درود احترام تک تک هموطنان هم دست مثل گیتی ببخشید من روزش نزدم فردا پس ها کار انجام خواهم داد یه خوره خلاصه پیریه دیگه خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم. من در مورد تقاضای که زیاد بوده برای بایی من آدرس اون کانال هم ندادم بهتون اونجایی که باید ثبت نام کنید ولی خب تو هم پی وی ها برای اومده حوصله کنید دوستان برای مشاوره چشم مکتالا خدمتتون بودم در حضرت حوصله کنید یه خود حوصله کنید چشم چون انرژی کامل باشه حال کامل باشه که جواب درست بهتون بدم. در مورد سوال کردن خیلی سوال کردن زباله اتمی در کجاها دفن شده حتی خودشون همشون نمیدونن چون بیشتر در غرب کشور در که شکی نیست. اما چند سال پیش دو تا فیلم اومد که در بیمارستان اصفهان بچه ناقص الخلق به دنیا آمدن و سریع هم سرتاش هم آوردن و چند تا دکتر با وجدان انسان با شرف اینا رو عنوان کردن که مال این زباله اتمی یا مال همین جریان نتنز و این هاست. ولی خب اینا همش رو میشه هیچ وقت ما پشت ابر نمیمونه در میاد همش. اما یه چیز عجیب غریب بهتون بگم که چاکن تای چاز خدمتتون عرض کردم اینا وقتی این کار رو میخواستن بکنن و بیارن و بدون اون سرب لازم دفع بکنن و درش ببندن چند تا از کارشناسای انسان و با شرف و وجدان کاری و اصلا انسان گفتن آقا اینا تبعات داره اینجوری داره اینا اشعه داره اینا تا این فاصله میزنه تا این کار میکنه آوار رو ده میکنه و اینا پیش دوید از یه آیتالور ازمه ها میرن میگن آقا اینا اینجوری میگن چی کار کنیم یا برای حفظ نظام اولا هیچ مشکلی نداره دوما ما شما رو بیمه تون میکنیم یکی ذکری براشون میخونن بهشون میگن دعایی در گوشون میکنن شما بیمه هستید و تمام اینها در از این چند سال از بین رفتند چون اشعه زبان عربی نمیفهمه ذکر نمیفهمه چی و خلاص این از بین رفتن تمامشون خودشون بیشتر خانواده هاشون مریض شدن لاغر شدید شدن و الاخر من کار ندارم که اینها سپاهی بودن بسیجی بودن کجایی بودند ولی انسانی که ناشیه و کار ناشیانه نمیکنه غیر از این هم پاسخ نمیگیره. در چند نقطه دیگه کشور هم احتمالش هست طرف سمنان هست و هست چند جای دیگه ولی من برام قطعی نیست. اما یه چیزی میخوام بهتون بگم یکی از کارهای بزرگی با شما بکنید بعد از این چنج حکومت که دیگه در شرف اتفاق هست کار کارشناسی سنگینی میخواد که محله اینا رو به دست بیارید آلودگی رو به دست بیارید مکانیابی کنید اگر در حریم شهرها هست بگید که البته در حریم شهرها خیلی کمتر است ولی باید برنامه‌ریزی صحیح درست 50 60 ساله بشه تا مناطق کم کم بیاد به اون زیر اون درصد خطرناک برسه. البته 50 60 سال هم کمه. یکی از برنامه های عمده این هست برای مجلس آینده و برای جایی که هست و اینها گیاه های منطقه آب های منطقه بچه هایی به دنیا میرن همه اینها شواهدی هستن که میشه با توسط اینها به دست آورد درجات و درصد و خوشبختانه با تکنولوژی جدید پیشرفت کرده میشه اون پی پی ام شو به دست آورد و اون ظرفیت شو به دست آورد. پس غرب کشور که در شکی نیست اینه گفتم قبلا هم خودتون میدونید هم موقع که آوردن گفتیم ولی خود چاکن ته چاس اونا بیشترشون آلوده شدن بیشترشون رفتن بوجه که باید برن و برای حفظ نظامشون. روحانی یک گهخوری خیلی بزرگ دهن خودش رو خمینی و خامنه‌ای کرده. تو چه انسانی هستی؟ یعنی شرف که اصلا هیچی تو اصلا حرومزادم که هیچی من نمیدونم تو زیر کدوم با تو دنیا آمدی بی شرف می حالا جای کارت به جای رسیده پول نداری پول بازنشسته ها نمیخوای بدی بازنشسته ها کار نمیکنن از رده خارج هستند. واقعا تأسف میخوره انسان این بشر اصلاح طلب همشون همین گوهی هستن که کثافت هست همش از سر تا پاشو حالا بازنشسته ها کار نمیکنه حقوق هم نگیرن اول انقلاب از گوهخوری ها کردی من یادمه توی مجلس این ورای اضافه زدی حالا چون شما آمدید تامین اجتماعی نابود کردید پولاشو بردید دادی فک فامیلات خوردن آب پوشان خوردن آب اخیرا از دست دادن
اون چی ما رو ساختن چیکار کردن، فیلم سینمایی ساختن، سریال ساختن، چیکار کردن چیکار کردن، پول نیست، حالا حقوق نداره بدی، گوهار میخوری که صاحب لجن. این حرفا جواب داره آقای ایرانی، جواب جواب پس پس براتون. پول مردم چه کردی؟ به اون صورت مثلا پاک نکن، پول مردم چیکار کردی؟ مشخصه که دست اون روانی که قبلا داستان تهران بود اسمش یادم میاد، دست اونها پولا رو داده، اونها چه کاره بودن؟ اون چی از پول میدونستن؟ از کاسی میدونستن؟ کردی؟ تا حالا باید جواب پس بدید. اگر هم راست میگی بیشرف بیناموس هرونزاده، اگر راست میگی هر اون لغمه کسافت لجن مثل خبرگان که دیگه سه دفعه بازشت شدن، شور نگهبان که همچنین، تشخیص مسئلت اکثریتون، خود بیشرف تو، خامنه بیشرف، جنایتکار، اکثر هم در مجلس مخصوص به یک سری بعد خودک 30 سال زحمت کشیدن، خالصانه عاشقانه کار کردن، حق بیمه رو دادن، حق بازنشستگیشون رو دادن، همه چی دادن، حالا تو آمده بی حرف رو بخواه بزنی؟ یعنی این حرف خیلی خوبه، این حرف واقعا خوبه که ماهیت پلید شما این افکار تو نیست، افکار خمینی هم هست، افکار خامنه‌ای هم هست. آقا میان پیرپاتا شدن جمع شدن بذار پیکار شد همون کاری که برای زنها که آمدید و قربالگری کردید برای بچه ناقصشون، اینا را بله را چی بکنید، بزن 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 پیکار، همین واکسن را بزن تماشا پیکار را چی حقوقی را بدید، همین صورت مسئله پاکه تماشا پیکار شد. خدا 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 دست این را چه آدم هایی هستن، اند بی شرفی و بی ناموسی حرومزادگی هستن این ها، حرومزاده 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 جد دعوات حرومزاده است. وقت تو آنها گیرز پیر همین همین باسه اصلا چی گرسته درمیم بیزو دیزو تو بیمید چکار تو کنن چنان زیر بالا تکی بکنن که راه خونه از مبان کنی و الاخر. خب بشار اصلا هم که دیگه حالا کارش دیگه تمام دیگه معمولیتش تمام شده، اصلا معمولیت که شده تمام شده تقریبا و یه سرهنگ سنی رو میخوان جاش بذارن، حالا دیگه بحث مذهب مطرح میشه که اشاره شیعه منطقه رو دم یا علوی ها اینا از کاری انجام بدن و اونا جانش مشخصه به زودی زود اعلام میکنن و اون استعفا میبره کنار و الی آخر و آقایونه که حساب کتاب کردن حساب کوره رو کردن حالا برام بخورم میگه به شما میذارم جو پا میدم به شما، شما اونجا برید بازسازی کنید نوسازی کنید، میخواستن خرج کنید پول منفیات رو خرج کنید، بچه‌ها یه کدر با سرتون برید گفتون گفت که حساب بده بچه‌ها، شما با کشور خودتون چه کردید با کشور ما بکنید، شما که با مادر خودتون زنا کردید به کی رحم میکنید شما؟ بی شرف و بی ناموس حرامزاده. خدمت شما عرض کنم که حالا گوش کنید چی گفته. نطق جدید روحانی پول مملکت رو بیهوده داریم صرف بازنشستگان میکنیم، چیزی به نام پرداخت و مقرری به بازنشستگان نداریم و هر کسی در مقابل کاری که انجام داد مزد خود دریافت کرده است. و بعد ادامه داره که ما مجبور نیستیم به بازنشسته کاری نمی کنه حقوق بدهیم، ما باید این پول را در آبادانی کشور که کردی تا حالا صرف کنیم مصرف کنیم، مگر ما پول اضافه داریم شخص خانه بماند و آخر ما حقوق بگیرد؟ من 3 روز تحقیق کردم و در هیچ جای حدیثی ندیدم که گفته باشن به بازنشسته حقوق بدهیم و در سالهای آینده تحریم هستیم باید حقوق بازنشسته رو قطع کنیم. همین بازنشسته ریزگار شما سیان ریشتون میکند، هیچ حدیثی نهیدی؟ تو میدید حدیث یعنی چی؟ تو میفهمی حدیث یعنی چی؟ بی شرف بی ناموس حرومزاده؟ واقعا شرم داره، خجالت داره، ولی خیلی خوبه که این بازیه که تو با اون اصلاح طلبای چی برتون در بیاره، خدا حیثیت همه تون ببره از اون بالا تا پایین، تا همه تون همه تون یک گوه هستی، چه اصلاح طلب چه اصولگرا هیچ فرقی نمی کنه. از اون میرحسین موسوی خیانتکار جنایتکار تا کروبی نفهم بشور تا خودت، همه تو یک پخه گو هستید، یک گو هستید. وقت تو خونه بشین حقوقم بگیره بر باری کن 30 سال کار بگه، تو کجا بودی؟ تو چرا حقوق میگیری؟ خیلی حالم بده بود سن متاسفانه دست اینا. خب بعد خدمت شما هستم که
چند تا مطلب دیگه هست که سر به زودی خواهم گفت. راجع ارتش با صحبت خواهم کرد، هنوز های صحبت میکنم، یه حوصله کنیم مقدار، چون ارتش داره کارهایی میکنه، به زودی صداش در میاد. خب باز شخصه ها تکلیف روشن شد دیگه، شما نبود حقوق بگیرید، تحریم داریم، بعدن تحریم هم عمه من درست کرده و حالا میخوان همین تحریم حقوق شما قطع شون، بچه هم یارانه ها رو کم کم و الاخر و این اوج غرق شدن در اون منجلاب و فسادی خودشون درست کردند. تازه که تو باطل دارن فرو میرن، دنیا به ریششون میخنده، وقت امید بستن در باسن بایدن به چسب چیز بشون باید پوتیک ببخشید بادم به شما نخواهد داد، بایدن یه شما رو چرمی دارستیم پی کارتون، این مشخص روانی شدید همتون. یعنی ترامپ بود که اواخر روانی شده بود، سیستم چیز به هم خود رو تو زست شد، توییت میداد، هر چیز میخواست میداد. خدایا انیشتم روحت شاد، روحت شاد. ما کار به فرضی نسبیت نداریم، سرمون نمیشه، ولی یه جملت واقعا باید با ترا نشده در دیوار دونه نصب بشه. خب من مزاحمت نمیشم، یه مقداری همه چی خوبه، همه چی عالی و این صحبت آقای روحانی راجب بازشست های صحبت درمان خودش بین اصلا بی نظیر در دنیا هم سیما نداریم. تبریک میم به دار روحانی و دار دست دار برای اون اصلاح طلب ها و اونهایی که هنرمنده کسافت لجنی که به شما رای دادن، همین هنم شما همین دیگه، این روحانی نماینده شما هست، هنر پیش های بیشرف، هروم زاده هروم لغمه فرق نمی کنه، هر کی رای داد جز شرک جرمای این بیشرفه. شما از خوش من رای داده بشه چیز هم می گفتم بعضیش اله بله فلان بیزار بخورید 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 دلوپی هم بخورید. فاتح همه تو نخونده شهامتی رو ندارید که بقا بگیم ما غلط کردیم گوه خوردیم، ما یه حرفا با نمیستیم چه پو همچه گوهی شهامت چه ندارید، چون نون حروم بهتون دادن، نون مفت بهتون دادن، نون پول دزدی مردم به شما دادن، شهامت هم ندارید. شما همون عروسک کوکی هستید که اینجوری برو اینجوری برو، سه قدم برو چهار قدم واسه اینجا وایس، شما همونید، شما یه عروسک خیمه شب‌بازی هستید تو دست کارگردان، هیچ بخیلی نیستید، شما دنبال شهرت هستید و شهرت هم آخرش مشخصه چی. روحانی ایام بکن، روزگارتون خوش.